درفش ای درفش، ای درفش کویان، ای کهن‌ترین درفش، پرچم هخامنش، افسر نژاد پاک، فر و تاج کشورم، فر و تاج کشورم، اختر سربلند، زرد و سرخ خوبنش، در برابرت به خاک دشمنان نابکار، در برابرت به خاک دشمنان نابکار، ای درفش میهنم، ای درفش میهنم، ای نماد کشورم، ای نماد کشورم، ای ز اشکانیان، ای ز ساسانیان یادگار، ای تو از باستان ماندگار. بر بینندگان گرامی، مهران ملکی هستم. امروز یک شنبه 21 نوامبر مطابق با 3 آبان ماه هستش. بخشید 30 آبان ماه هستش. خب ماه آبانم که داره تموم میشه. اما خب خدمتتون بگم که در اصفهان کشاورزان به شدت معترض هستن و جمعیتشون هم کم نیست، خیلی زیاده. یعنی در این رودخانه زاینده رود که عرضش خیلی وسیع هستش و طولش هم دو تا چشم کار میکنه، جمعیت وایستاده. حتی دیشب هم نرفتن بخوابن، یعنی یه تعداد رفتن ولی بقیه مونده بودن در کف زاینده رود، آتش روشن کرد رودخونه به اون عظمت و حالا کفش آتش روشن میکنم میشنم داغ بشن. و چه کردن اینا با مردم ایران واقعا؟ برحال و حضورت از کنیم که یه ده گله گله برحال آتش روشن کرده بودن، یه ده چادر زده بودن کف همون زاینده رود که شب اونجا بمونن. برحال محل رو خیلی ها ترک نکردن و امروز هم همچنان تظاهرات و اعتراضات با شدت ادامه داره در اصفهان توسط کشاورزان. واقعا این کشاورزان ما خیلی جالبه. اولا بهتون بگم کشاورزان ما در انقلاب اسلامی به هیچ وجه شرکت نداشتن. این که میگن که مذهب بوده و فلان بوده و این چیزا، خب کشاورزان در سطح روستاها که مردم مذهبی ترن، برحال ابدا شرکت نداشتن کشاورزان در انقلاب اسلامی 57 که هیچ طرفدار شاه هم بودن، خیلی طرفدار شاه بودن. برحال الان هم دو سال پیش هم یه شعار خیلی جالبی کشاورزان ما دادن که نشستن به پشت به این جای محرابی که جای نطق و سخنرانی نمیدونم وعظ آخونداش، پشت به اون کردن و گفتن چی؟ پشت به رو به ملت، پشت به دشمن، اون رو دشمن حساب کردن، این رژیم رو و عواملش رو علنن اعلام کردن، پشت به دشمن، رو به ملت. خیلی شعار جانانه و پرمعنا و پرمحتوایی بود. به هر حال همچنان ادامه داره، در 12 روزش رسیده تظاهرات در اصفهان به خاطر خوش کردن زاینده رود و هر روزم جمعیت بیشتری افزوده میشن به اون چی که در اونجا هستن. و خدمتتون بگم که از امروز صبح هم در وقت به وقت ایران در شهر کرد 4 محال بختیاری، هم میهنان عزیز بختیاریمون تظاهرات رو شروع کردن در اعتراض به خوشگمدن شدن زاینده رود به حمایت از اسپانیا. آفرین به شما بختیاری های نازنین، واقعا که خیلی مبارز هستن ایلات بختیاری. گفتم در جنگ جهانی اول با انگلیس ها می جنگیدن، با اینکه دولت احمدشاهی اعلام بیطرفی کرده بود اما خانهاشون نه، ولی خود ایلاتی ها می جنگیدن با انگلیس ها خیلی جانانه. برحال الان هم می بینیم که به شدت مبارز هستن و هم میهنان
عزیز اصفهانی رو تنها نگذاشتم. و اجازه بدین اون چند تا کلیپ نشون بدیم براتون، یه توضیح هم بدم. اول خواهش کنم از مهندس سیاوش خان لطف بفرمایید اگر ممکنه کلیپ شماره یک رو نشون بدید که کف زاینده رود ببینید چه خبره. مال همین امروز بوده، دیشب ببخشید. کلیپ های زیادی بود، ولی من برای اینکه وقت برنامه گرفته نشه، چون میخوام در رابطه با انقلاب اسلامی سخنم رو ادامه بدم، چون خیلی از همیهنان خواهش کردن که این کار رو انجام بدم، فاصله نیفته بین مطالبی که گفتیم هفته گذشته. و کلیپ ها میگم زیاد بود، و بعد هم در پایان امروز قطعنامه خوندن که از سایر مردم خواسته بودن که به حمایت از اصفهان بلند بشن در جای جای ایران. و یه چیزی که خیلی مهم بود و من خودم هم اطلاع نداشتم این بوده که در دوران پهلوی رضا شاه و محمد رضا شاه به کشاورزان در اصفهان اجازه داده بودن، و این اجازه رو به صورت سند، به صورت یک مدرک داده بودن به کشاورزان که اینها از آب زاینده رود برای مصارف کشاورزیشون استفاده بکنن بدون اینکه پول آب بپردازن. اسم این سند، نام این سند ها هم حق آبه، حق آب. و حالا کشاورزان ما این اسناد رو که داشتن آوردن رو کردن، گذاشتن سر چوب که ببینن که مردم ببینن که در دوران پهلوی ایران ایران نبوده، ایران بهشتی بوده که پهلوی ها برای ما درست کرده بودن، یک بهشت به تمام معنا، از هر نظر، از هر لحاظ، از هر جهت که بگید لازم میکنید، ببینید در رابطه با دوران محمد رضا شاه از بعد از انقلاب سپید و شاه مردم چه کردید خائنین به ایران و ایرانی، واقعا چه کردید شما تاریخ فکران. به هر حال این دو کلیپ رو هم مهندس سیاوش خان اگر لطف بفرمایید نشون بدید، بسیار سپاسگزارتون میشم. شماره دو و سه خیلی ممنونم. سند حق آبه، بگیر برا من پرویز علی رضایی، نام پدر نورالله، نام آماجونم محمود، دیزی چه زبط داده تو آزی سند حق آبه رو بدیم. سند بفرما. این سند حق آبه، سندی حق آبه. آقا 1347 47 بوده، اون یکی 42 به اونایی که ندیدن ببینن این بنده خدا را من میشون اینا چه حق آبه خریدن ببینید، اونا چه میگن اصفهان داره دابیر چامان هم میبره. آقا حق داره، آقا ما کار با تومار شیخ بهایی نداریم. آقا تونلی که شاهزاده است آبش باید بیاد است، تونلی که رضا شاهزاده است پول شمال دادن، تونلی که رضا شاهزاده است پول شمال دادن. الو کار با تومار شیخ بهایی هم ندار. الو آبی ما رو پس بدیم. الو جنگ و دعوت که به هم نداریم که نده بگم حق کچی نکنیم، آبی ما رو پس بدیم. 50 ساله من خدا حق آبه داره و امسالی اینا زیاد هم آبه را دو دن بردن دیگر. آقا گوش بدی، اگر مجتمع فولاد ادعا میکنه یکی مثل این سند برای من بیاره، اگر زباهن ادعا میکنه یه سند مثل این برای من بیاره، اگر یز ادعا میکنه یه سند برای من مثل این بیاره. آبی زاینده رود من رو دوزیدن، بابا میگه دار نماینده شون، میگه نماینده شون ما رو سنگ آهن نمیذاریم بیاد، خود پدر ده بیا مرده بی این زوب آهنه بیا بکن ورده رو برو مجتمع فراد بیا بکن ورده رو برو، من رو نه زوب آهن بخم نه مجتمع فراد، آب زاینده رود بنا بیخم. بس سلام های چلا سلام سلام حدید نیمه قدوم.
این برگه چیه؟ این برگه چیه؟ بگو زنبی هم به آن زگرامونه به پول ندن درست بگم حقا به من آقا 125 ریال 4354 کنری کور هر مارکش آورد آبی زاینده رو غارت کردم آبی زاینده رو غارت یعنی ها یعنی خوب رو ترفتن یه همچی سندی دو واهم یه همچی سندی پشت همه بیاد یه همچی سندی یاد بیاد اگه رو بود من جا میرپوچی و میریم اسمو اسمو بسیار سپاسگزارم مهندس سرش خان گرامی. خب همیاره هم دیدید که زمان شاه چه کارهای برای مردم ایران انجام نشده و این اسناد در واقع در سالهایی که دوران محمد رضا شاه است که به کشاورزان اصفهان دادن که از حق از اسم سندم هست حق آب نه؟ حق استفاده از آب زاینده رود به طور رایگان برای کارهای کشاورزی. کشاورزی اصفهان هم سطح خیلی بالایی داشت، یعنی اغلب میوه‌جات از اونجا میامد، اینطور که بعدا من پرسیدم دیروز اتفاقا پرسیدم در ارتباط. بله گیلاس و آلبالو و خربزه اصفهان که خیلی معروف بوده از قرار، رو دیگه حضورتون عرض کنم که خیار اصفهان، اغلب میوه‌جات رو از اونجا از اصفهان می اومده. کشاورزی خیلی وسیعی داشته و از آب زاینده رود هم استفاده میکردن. حالا روی سخنم به تو هممیهن عزیز اصفهانی هستش، هممیهنم به یزد و کرمان و اینو اون کار نداشته باش، اونها آب شما رو ندزدیدن. این جمهوری اسلامیه که نه فقط آب زاینده رود رو دزدیده، بلکه آب تمام رودخانه های ما رو خشکونده، تمام دریاچه های ما رو خشکونده در جای مختلف ایران، در سیستان و بلوچستان، در سیستان دریاچه رو خشکونده که مردم از اون ماهی های اون دریاچه استفاده میکردن، هم میفروختن، هم خودشون خوراکشون رو از اون راه تهیه میکردن. اصلا دیگه نیست، ماهی ها همه خشکیده بودن، رو زمین افتاده بودن اینا. یعنی دریاچه رضایه رو مگر نخشکونده؟ همه جای ایران رو، رودخانه هاشو، دریاچه هاشو، اینها رو خشکوندن و آبشو فروختن به کشورهای عربی، به کویت، به امارات، نمیدونم به عراق، به کشور سایر کشورها. مگه الان در استانهای جنوبی ما، در خوزستان، مگه بنادر ما رو نفروختن به چینی ها که کسی که بومی هستش در اونجا زندگی میکنه، حق آب و گل داره در اون مملکت، سالیان سال داره نسل در نسل در اون منطقه زندگی میکنه، نمیتونه بره یه ماهی بگیره برای خورد و خوراک خودش و زن و بچهش؟ چینیه میزنتش، با گله میزنه میکشتش. حالا مگه این با بلم رفته از این چوبایی که میندازن رو آب رفته یه تور انداخته مثلا چند تا ماهی گیرش بیاد که آذوقشون بشه؟ میزنه یارو، چینیه میزنه که اون وقت با اون کشتی های عجیب غریب که ته دریا رو جارو میکنه، مرجان ها و مروارید ها و هر چی که کف دریاست جارو میکنه و میبره که هم نسل همه چی رو داره به باد میده. بنابراین امیان عزیزم، گول فریب دروغ های رژیم رو نخور که این آب رو دارم میبرم میدم به یزد یا بدارم میدم به ذوب‌آهن فلان. نه، ببین اینا به کجا فروخته. اینا فکر یزد نیستن که، فکر کجای ایران هستن که بخوام به فکر یزد باشن براشون آب بیارم. اینا به فکر هیچ کجای ایران نیستن، همه ایران رو نابود کردن. فریب دروغای رژیم رو نکن عزیزم، مقصر اصلی خود رژیم جمهوری اسلامیه و همینو بس. نه همیان عزیز یزدی تو، نه همیان عزیز کرمانی تو، نه آذری، نه کرد، نه بلوچ، نه اینا، همه خودشون تحت ستمن. همه الان در چهار محال بختیاری هم مردم بلند شدن به حمایت از، در شهر کرد بلند شدن به حمایت از همیهنان عزیز اصفهانی.
دستتون درد نکنه. آفرین به شما مهندسی روش خان، لطف بفرمایید کلیپ شماره 9 هم نشون بدیم، خیلی ممنون میشم، سپاسگزارتونم. بله ملاحظه کردید، بنابراین دستتون درد نکنه. عمیانان عزیزمون در شهر کرد، بختیاری های نازنین، دستتون درد نکنه، ادامه بدید، کمک کنید. در سایر نقاط ایران ببینید اصفهان واقعا بیرون ریخته، یعنی فقط کشاورزان نیست، سایر مردم اصفهان هم به حمایت از کشاورزان بیرون ریختن و خودشون هم میگن کشاورز حمایتت میکنیم، این شعارها هم هست. من میگم نه بودم دیگه همه اون کلیپ ها رو بخوام نشون بدم، ولی به شدت جمعیت رو به افزایش در اصفهان، جمعیت معترض و تظاهر کنندگان، و میگم که شهر کردم بلند شده. امیدوارم سایر نقاط ایران اصفهان رو تنها نگذارید و با هم متحد باشید، هم پیمان باشید تا بتونید این رژیم رو سرنگون کنید. هیچ راه دیگری غیر از اتحاد خود ما ملت ایران نیستش برای نجات از این رژیم، برای سرنگون کردن این رژیم، برای ساقط کردن این حکومت. تنها راه همبستگی و اتحاده، همینو بس، که همه ایران با هم بلند بشن، همه ایران با هم بلند بشن. شهرهای بزرگ که الان هم جمعیت خیلی زیاد شده در ایران، متاسفانه البته رژیم از طریق کرونا خیلی ها رو به کشتن داد، خیلی ها رو که در آبان ماه کشت. سریع این دادگاه سریع و دروغی که تو لندن درست کردن خیلی افتضاحش داره بالا میاد. کسانی که واقعا کشته دادن، نمیذارن یه بانوی 4 فرزندش رو در آبان ماه از دست داده، نذاشتن اون تو شرکت کنه حرف بزنه، مال خودشونه، مال خود این چپی ها و رژیم خود انگلیس ها و همین کشورهای گواتلوبی که انقلاب اسلامی رو انداختن. هر روزی مردم رو به نوعی فریب میدن، به قول معروف سرشون رو کلا میذارن که این کلا رو بکشن پایین که چشمشون دیگه چیزی رو نبینه. مردم حواستون جمع باشه، در انگلستان به ویژه دلشون بر ما نسوخته که بخوان دادگاه بذارن برای کشتار آبان ما، به هیچ وجه دلشون نسوخته، نه انگلیس، نه فرانسه، نه آلمان، نه در خود دموکراتای امریکا، به هیچ وجه، به هیچ وجه. این غربی ها فقط به فکر چپاول ممالک ما هستن، خودمون هستیم که باید دست به دست هم بدیم و خودمون رو نجات بدیم. مهمترینش هم اتحاده. ببینید من خودم این مطلب رو بارها گفتم که مردم رو، این انقلاب اسلامی رو از طریق مذهب در واقع مردم رو بر ضد شاه و حکومت بلند کردن. این تا یه حدی درسته، این سخن خود من این سخن رو 20 سال پیش یادم این مطلب رو گفتم، ولی این تا یه حدی درسته. چرا؟ چون وقتی که من در مصر بودم، سال 2008 رفتم به مصر اونجا و دیدم که چقدر دوران آقای اوباما، آقای ببخشید مبارک بود، پرزیدنت مبارک بود، که سال 2009 بود که اوباما اونجا انقلاب اسلامی رو انداخت. بعد سال 2008 بود که من رفته بودم مصر و نگاه میکردم میدیدم که چقدر زنان مصری حجاب دارن، همشون دامنهای بلند و روسری های دور سرشون پیچیده و خیلی پوشیده وسط گرما،
تو ماه سپتامبر بود ولی خیلی گرم بود، مثل خب شمال آفریقاست، این ماه هنوز خیلی گرمه برای. ولی همه حجاب پوشیده و دختراشون هم همینجور اینا. بعد به همسرم گفتم بیا بریم بپرسیم که یکی از شیکترین مالای این قاهره یعنی پایتخت مصر کجاست که بریم اونجا ببینیم. اونجا هم انقدر اسلامی هم چون اصلا هتلی هم که بودیم خیلی هتل خوبی بود، هتل هیلتون هیلتون بود، اصلا کنار رود نیل بود و اینها. ولی من میدیدم این حجابیه، بازارشون هم که میرفتیم میدیم اینجا، گفتیم بریم یه مال ببینیم تو مال چجوری. رفتیم یه مالی بودش آدرس دادن G21st Century مال، خیلی هم انگلیسی هم بالاش نوشته بودن با نئون و اینا. رفتیم اونجا نشستیم، تمام مارک های اروپایی و یعنی برند های اروپایی و امریکایی اونجا شعبه داشتن، مغازه هاشون بودن. و من اونجا به همسرم گفتم که بیا تعداد زنانی که حجاب دارن رو بشمونیم، بریم اینجا که مثلا جای شیکی هستش و جیگولا میان، اینجا چقدر حجاب دار میان. هرچی اومدن دخترهای جوون خوشگل آرایش کرده شیکوپیت ولی حجاب اسلامی، روسری های اینجوری مثل مقنعه طوری، بلوزای بلند زیر شلوار و این چیزا، همه تلفن هم دارم برای هم تکس میفرستن اینها تو استارباکسش و جاهای دیگه و همه میدیدم همش از اینا. بعد به همسرم گفتم نه ما حجاب دارا رو نشمریم، بیا بی حجابا رو بشمریم ببینیم چند درصد بی حجابن، چون همشون که میاد که حجاب دارن. به هر حال شروع کردیم نشستیم اونجا، خب کاری هم که نداشتیم، نشستیم بی حجابا رو شمردیم، خیلی اندک بودن و مرداشون هم که نگاه میکردی مثلا همشون اینجاشون جای مهر بود، جای مهر نمیفته، شما اگر صد تولم سرتو بذارید رو مهر اونجوری سیاه نمیشه جاش، اینو میسوزونن. یا حالا جمهوری اسلامی که کلک دیگری زده سیاه میکنه، بعدا میخواد بره اروپا یا گردش اینو پاک میکنه، ولی تو مصر میسوزوندن. حتی یه آرشگاه خیلی شیک مردونه تو اون مال بود که همسرم گفت بذار من برم موامو اینجا کوتاه کنم بلند شده، رفتیم اون تو، طرف خیلی شیک و پیک و نمیدونم شلوارش از این در این زنجیر انداخته بود مثل همین مودی که اینجاها شده بود و اینا جوونا میکردن. بعد من یادیدم اونجاش هم بود یه دونه موهاش هم پسر بود و موهاش هم هایلایت کرده بود، ولی اونجاش باز یه دونه جامهره. بعد ازش پرسیدم به انگلیسی ازش پرسیدم گفتم که این چیه، میدونستم جامعه، گفتم این چیه اینجا، گفت من دعا که میخونم پری که میکنم و اینا نماز میخونم اینجا اینجا افتاده. گفتم که همه مردم هم امینا اکثرا اینو دارن، مگه شما زناتون نماز نمیخونن دعا نمیخونن نماز نمیخونن، چرا زناتون جامعه ندارن، شما مردم فقط جامعه دارین؟ یعنی میخوام بگم که خیلی مذهبی بودن و خیلی تظاهر به مذهب میکردن. اما این اوباما که فکر میکرد که همون انقلاب اسلامی که کارتر در ایران به راه انداخته میتونه در مصرم به راه بندازه، آمد در سال 2009 در اونجا به هوای بهار عربی و یه در و از خود همین اخوان المسلمین و سوار و شطور کرد و اومدن و تو میدان تحریرش که همون نزدیک نیل هتل هستش، هیلتون هتل هستش، اونجا اومدن و اینا و مثلا انقلاب کردن که اصلا انقلاب نبود، چون جمعیت در اون منطقه اونجایی که من بودم همیشه به همون زیادی بود، به همون زیادی بود، فقط 4 تا شطور سوار اضافه کرده بودن اون وسط، که بعد گروه اخوان المسلمین رو با حمایت امریکا، با پشتیبانی امریکا، با مخارجی که امریکا کرد، دولت اوباما کرد، آوردن روی کار و این مردک و مرسی رو یه دونه ریش و پشمش رو که نتونه سودن بزن، یه دونه کروات زده بودن گردنش مثل که گوسفند کروات بزن، اینجا همه پشم و پیلیا زده بود گله گله بیرون، یه کروات زده جلو دوربین که بگن اینا دموکراسی میخوان بیارن. گروه تروریستی که
در واقع برادر بزرگتر گروه فدایان اسلام بود که در ایران در سال 1357 آوردن روی کار فدایان اسلام رو، باقی مانده های فدایان اسلام بود که گروه مؤتلفه اسلامی رو تشکیل داده بودن. اینا بودن دیگه همشون، همه اینا بزرگتراشون اعضای فدایان اسلام بودن در گذشته، رفسنجانی و بهشتی و خامنه‌ای و اینا همشون. خب فکر کردم به همین آسونی هم تو مصر میتونن این کار کنن چون مردم مذهبی هم. سر چهارا این افسراشون تابستونم که بود همه افسرها لباس سفید باید میپوشیدن، همه یه دونه از تو جیب پشتشون یه دونه قرآن جیبی داشتن، قرآن داشتن میخوندن، یعنی اینقدر مذهبی تر از ما بودن، ملاحظه میکنید؟ ولی ناسپاس نبودن، ملاحظه میکنید؟ بی چشم رو نبودن. و این گروه اخوان المسلمین رو آوردن سر کار، مرسی رو گذاشتن سر کار، داره این دموکراسی میاره فلان اینا، ولی مردم و مصر بعد مبارک رو کردن توی قفس و آوردنش توی با برانکارت توی دادگاه، هر بار که می آوردن می بردن جمعیت به دنبالش دم دادگاه موج می زد که مبارک رو به این ترتیب دارن می آرن و می برن. ملاحظه می کنید؟ مردم ناراحت و عصبانی بودن تا بالاخره خود مردم مصر قیام کردن، انقلاب واقعی رو دو سال بعدش 2011 قیام کردن، انقلاب کردن بر ضد گروه تروریستی اخوان المسلمین، از کار برکنارش کردن. هر چقدر امریکا تلاش کرد که اینو نگهداره حریف نشد، خوشبختانه مردم مصر زیر بار نرفتن. بازنده مصاحبه میکرد همین این CNN که دلش هم نمیخواست واقعیت ها رو بگن، مال دموکرات هاست دیگه، مصاحبه از زنه به عربی صحبت میکرد، محجبه هم بود، میگفت من مسلمونم، حجابم هم دارم رعایت میکنم، ولی من نمیخوام اخوان المسلمین به من هم فرمان روایی کنه، نمیخوام، من نمیخوام یه گروه مذهبی مملکتم رو اداره بکنه، نمیخوام یه گروه مذهبی مملکتم رو اداره کنه. ببینید مردم مصر بلند شدن از اون هنرمندش که هنرمند ما چیکار کرد، چی خوند خانم گوگوش؟ آقا خوب و عزیزی، عمر و عزتت زیاد، الهی نمیدونم بدی یا نمیدونم چیزی ازت دور باد، من که یادم نمیاد این چیزا، مامانم خیلی بعدش میامد این رو میگفت داره برازه میکنیم. شاعرامون خواننده هامون اینا رو خوندن، یه سرشون هم که فرار کرد، یه سرشون هم گرفتن زندان کرد، حالا کاری نداریم، بعد اومدن بخششون با رژیم ساختن، بخششون هم که اومدن اینجا دوباره علی علی خوندن و امام رضا خوندن و چادر سرش کردن از این مسخره بازی ها. ولی در مصر هنرمندا در ردیف اول صفحه تظاهرات حرکت میکردن، سرود ملی مصر رو میخوندن، پرچم‌های ملی مصر رو روی شونه‌هاشون انداخته بودن، تا برنامه‌سازای رادیو تلویزیون، شخصیت‌های معروف، هنرپیشه‌ها همه در این تظاهرات بودن در صف نخست که برای مردم به دنبالشون بودن که زیر بار حکومت مذهبی نرفتن، برای اینکه ناسپاس نبودن، برای اینکه مبارک رو دوست داشتن. و به همین دلیل هم وقتی که السیسی رئیس جمهور شد مجبور شد مبارک رو به بهانه اینکه مریضه در بیاره از زندان و ببره به بیمارستان، اونجا در بیمارستان اونجا بودش، بعد از چند مدت هم فرستادنش خونه حصر خانگی بود مثلا، ولی تو زندان، یعنی مردمش زیر بار نرفتن. ببینید مردم مصر انقدر سپاسمند بودن که ما اولش جرئت نمی کردیم بگیم ایرانی هستیم، ولی وقتی که می گفتیم ایرانی هستیم توی بازار که محله یه که بازار چه ایران چه مصر چه سایر کشورهای مسلمان، بازار محلی است که مذهبی ها دارن می چرخونن اونجا رو، نه بازاریه به ما می گفتش که تو هم گفتیم ایرانی هستیم، می گفتن چرا با شاهتون اینجوری کردی؟ با زبونه حالا هر جوری کل و کل، چون توریست اونجا خیلی زیاد میره، همشون یه خورده انگلیسی اینا رو یاد گرفتن و آره چرا با شاهتون این کار کردین؟ شاه اینقدر خوب بود براتون، چه خیلی کار بدی کردین؟ ما ما توضیح میدادیم آره درست میگیم، ما از اونا نبودیم و غیر، نه یعنی اینجور. وقتی که شاه رفته بود به مصر در انقلاب، بعد در انقلاب اسلامی وقتی که شاه رفته بود به مصر، این رو شهبانو میگه خودشون در کتابشون هم نوشتن،
صدای به فارسی جاویدشاه شنیده بودن که این همه جاویدشاه از کجا میاد، و دیده بودن خود مصری ها توی رود نیل با قایق جمعیت داره میره و اتومبیل که میخواد رد بشه اتومبیلش ها جاویدشاه رو یاد گرفتن و اون رو میگن. ببینید چرا؟ چون محمد رضا شاه در یه زمانی بنزین داده بود به نفت و بنزین داده بود به انور سادات، ملاحظه میکنید؟ یعنی مردمی هستن که سپاسمندن، به همین جهت با تمام مذهبی بودنشون، با تمام اعتقادات شدید مذهبیشون، زیر بار یک حکومت تروریستی مذهبی نرفتن. اما ما ایرانی ها رفتیم، ما زیر بار یک حکومت تروریستی مذهبی رفتیم. سرکرده های انقلاب روشن به اصطلاح روشنفکرانمون از نهضت، از میلیونمون گرفته که هیچ کدومشون ملی نبودن، ضد ملی بودن، از میلیونمون جبهه ضد ملی و تمام گروه های عضو جبهه ضد ملی و گروه های چپ تمامشون همه زهر رفتن زیر چتر خمینی که دیده بودن با چشم خودشون 15 سال قبل چه کرده، چه مخالفت هایی با انقلاب سفید کرده، با حقوق کشاورزان، با حقوق رعیت، با کارگران، با حقوق زنان، با حقوق اقلیت های مذهبی مخالفت کردن خمینی. و اون زمانش هم حزب توده هم نهضت آزادی بازرگان رفتن با خمینی همکاری کردن. سال 42 اعلامیه حزب نهضت آزادی چندین بار براتون خوندم که آره حضور زنان در جامعه باعث موجب فساد کثیر خواهد شد، یعنی زن نباید بیاد حق رأی داشته باشه در مجلس شورای ملی، وکیل بشه، رأی بده، قاضی بشه، اینا اگر بشه باعث فساد زیادی در جامعه خواهد شد اگر زن بیاد در جامعه. نه آقایی که 8 سال با پول دولت رضاشاهی رفت در پاریس فرانسه درس مثلا خون که بیاد به ایران خدمت کنه، اومد چیکار کرد؟ اومد کتاب آداب طهارت نوشت، اومد انجمنهای اسلامی رو تشکیل داد. ناسپاس، بی چشم و رو. و بعدن وقتی بهش مصاحبه کردن بعدن در انقلاب اسلامی، گفت از زمانی که رضاشاه چادر مادر من از سرش کشید، من دشمنی این خانواده رو به دل گرفتم. چطور اون موقع که با پول دولت رضاشاهی مجانی رفتی فرانسه 8 سالت هم اونجا کیف کردی و درس خوندی و مخارجت رو دولت داد، نیومدی عشق این خانواده رو به دلت بگیری، ولی به خاطر چادر ننت مملکت رو به باد دادی؟ مردک، اینو چی بهش میگن؟ ناسپاسی، بی چشم و روی، قدر ندونی. نه او، بقیه شون هم همینطور. بله مردم ایران عقاید مذهبی داشتن، خمینی رو امام کردن براشون، مردم مثلا بین شاه و امام سعی کردن یکی رو انتخاب کردن، ولی دشنام دادن و مرگ بر شاه تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، برای چی بوده؟ مگه شاه جلوی مذهبی ها رو گرفته بود که نماز و روزشون رو نخونن، دست سینه زنیشون رو راه نندازن که مینداختن، که راه مینداختن، که هر کی میخواست که حجاب مینداخت، هر کی نمیخواست استفاده نمیکرد، هر کی میخواست میکرد. مگه جلوشونو گرفته بود که مرگ بر شاه کردن؟ مگه جلوشونو گرفته بود که تا شاه وطن کفن نشود این وطن وطن نشود؟ ها چه دلیلی داشت؟ فقط مذهب خالی نبود. بله مذهب یه سری قشریون مذهبی رو به دنبال خمینی کشون، ولی بقیه سایر افراد جامعه چی؟ خانم که تا دیروزش مینجوب میپوش و سرشو میزامپیله میکرد با قول مامانم و قرفرشو درست میکرد میرفت تو خیابون، یهو چادری و روسری شد و یهو خمینی چی شد؟ ثبات اخلاقی نداریم، نداریم، بهتون بر نخوره، برم میخوره بخوره. من همیشه واقعیت ها رو گفتم. اگر بنا باشه که من واقعیت ها رو نگم، بایستی که از سال 2000 که شروع کردم در این رسانه های تصویری و صدایی سخن گفتن در رابطه با پهلوی ها، وقتی که راجع به رضا شاه شروع کردم صحبت کردم، کلی بد و بیرا بهم گفتن، کلی بد و بیرا از طرفداران خودم،
قهر کردن، بد و بیرا گفتن، توهین کردن، بی احترامی کردن، همه این کارا رو کردن، ولی من ادامه دادم چون واقعیت بود. کارم به جای رسیده بود که در تلویزیون آزادی که برنامه داشتم خود سند رو از روش عکس مینداختم، انگلیسی رو میذاشتم جلوی صفحه تلویزیون که ببینن، بعد به فارسی واسهشون ترجمه میکردم که رضا شاه چه خدماتی کرده، انگلیس ها چگونه دشمنی داشتن با رضا شاه در گزارشاتشون که برای خودشون میدادن. اینجور تلاش کردم. فکر نکنید با من اگه قهر بکنید نه با من حرف نزنید یا آبون ماهتون رو قطع بکنید یا هرچی، من واقعیت رو نمیگم. من واقعیت رو گفتم و میگم و هیچ باکی ندارم از گفتن واقعیت ها، هرگز نداشتم و ندارم. هزار بلام سرم اومده، بسیار چیزای مهمی برام اتفاق افتاده که هر کی دیگه بود میرفت خونش دیگه لال میشد چی نمیگفت. هزار جور گرفتاری واسم تولید کردن. حالا خدمتتون میگم که ادامه گفتار هفته آینده رو گذشته رو بگم خدمتتون، تا به اونجایی گفتیم که خیلی واقعا ناراحت شدم، یعنی اصلا از درون به هم میریزم، از برون به هم میریزم که ما چه ملتی هستیم، چه بلایی به سر خودمون آوردیم. حالاش هم بابا اصفهان بلند شده، چهارمحال بختیاری بلند شده، بابا بقیه شهر رو منتظرین چی هستید؟ منتظرید که بریزن اینا رو بزنن بکشن بعد شما برای موضوع خودتون بلند بشید؟ آخه کجاست اون اتحاد، اون همبستگی؟ اینا باید وجود داشته باشه، شرف داشته باشه آدم، غیرت داشته باشه برای هممیهنش که داره ستم میشه بلند بشه، برای خودش فقط نباشه، برای خودت که باشه اینجوری میشه که میشه دیدید تا حالا تو این 42 ساله. برحال حضورتون عرض کنم که بله، از زمانی که محمد رضا شاه تصمیم گرفته بود که هم حکومت کنه و هم سلطنت کنه، وضع ملت از هر نظر بهتر شده بود. تا به اینجا گفتیش خدمتتون هفته پیش گذشته، حتی سخنان نیکسون رو هم که برای خودشون گفته بود رو خوندم، بخشش رو براتون که در رابطه با شاه خیلی خوبه اینو یه دور دیگه بخونم، فقط کوتاه سخن نیکسون رو میخونم و بعد ادامه میدم بقیه گفتار رو. نیکسون چه گفته بود؟ شاه گفته بود به نیکسون حالا که ما داریم تلاش میکنیم امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان و اینا رو حفظ کنیم، برای خودمون برقرار کنیم، این به نفع شماها به هم هست، خیلی بیشتر به نفع شما اروپایی و غربی ها و امریکایی ها و غیره هستش، چون 90-70% نفت اروپا از این منطقه رد میشه، 90% نفت ژاپن هم از این منطقه رد میشه، بنابراین امنیت این منطقه فقط به نفع ما نیست، به نفع شما هم هست، خیلی بیشتر هم به نفعتون هست. نه نیکسون هم دیده بود حرف درست میزنه، شا پذیرفته بود، نیکسون مرد با شرفی بود، واقعا قبول میکرد واقعیت رو، و شاه گفته بود در عوضش به من اسلحه و مهماتی که میخوام بخرم نوینه به هم بفروشین، چون نمیفروختن اون چیزایی که جدید امریکا برای خودش درست کرده بود، مثلا هواپیماهای F-14 و غیره رو نمیفروختن، و نیکسون پذیرفت و شاه تونست یه سری از اینها رو بخره. بیشتر نگرانی شاه هم از شوروی بود، همیشه فکر میکرد که یا از شوروی بهش حمله میکنن یا کشورهای عربی منطقه که دشمن شاه بودن، چون شاه یه شخصیت 100% ملی بود، بسیار ملی بود، و کشورهای عربی منطقه بخش اعظمشون که قبلا با انگلیس کار میکردن حالا شده بودن نوچه های شوروی. لازم میکنی در حزب بعث بودن و مثل صدام و حافظ اسد و نمیدونم تو لیبی اون معمر قذافی دیوونه و اینا، خود سرکرده همشون جمال عبدالناصر که خب اون در سال 1970 فوت کرد، تا قبل از اون دشمن 100% شاه بود که اصلا اتحادیه عرب رو درست کرده بود و تمام کشورهای عربی و شیخ نشینهای حوزه خلیج فارس رو همه رو جمع کرده بود و گفته بود که اصلا خوزستان
بخش لاینفک سرزمین های عربی هستش و نامش هم عربستانه و اینجا هم خلیج عربیه، خلیج فارس هم لازم میکنیم. و در حال شاه احساس میکرد در یک نقطه قرار داره که در اطرافش دشمن بسیار زیاد داره، بر همینم ارتش رو هی قوی میکرد مقتدر بشه ارتش که بتونه بجنگه با کشورهای مثلا صدام زمان شد و قبل از اون در دوران چیز خدای عبدالکریم قاسم ریختن اروندرود رو نذاشتن که مثلا کشتی های ایرانی از اروندرود رد بشه که یه مکافاتی اونجوری داشتیم، البته پیروز شد شاه تونست بگیره در واقع خط میانه رو قرار دادن که در قبلش هم زمان رضا شاه این کارو کرده بودن، ولی در زمان محمد رضا شاه دیگه 100% شد، اون وسط رودخانه مرز دو کشور شد ایران و عراق در زمان عبدالکریم قاسم در عراق. برحال هر لحظه امکان داشت که از یکی از این کشورها بخواد به ایران حمله بکنه، برای همینم شاه سعی کرد فعلی ارتش مقتدری داشته باشه و اسلحه و مهمات نوینی داشته باشه که بتونه از پس او برمیاد، چون شاه به هیچ وجه به فکر سرکوب ملتش نبود هرگز، چون همیشه فکر میکرد ملت پشتش هم و همیشه بر این عقیده بود که وقتی ملت او رو نخوان میره. گفته بود دیگه در مصاحبهش هم من پخش کردم، گفته بود اگه 75% جمعیت ایران من رو نخوان من میرم، برای اینکه در هیچ کجای دنیا به زور نمیشه حکومت بکنه، این عقیده او بود، ایدئولوژی او بود. در سوئیس دورانی که باید از نظر فکری رشد کنه بزرگ شده بود ایشون و اینطور دموکرات بود ذاتن و خیلی دلرحم، به شدت دلرحم و مهربان. برای نیکسون میپذیره و نیکسون در سخنانی که در وزارت خارجه مجبور میشه بگه که چرا پذیرفته که اسلحه مهمات رو بفروشه، به نوین رو به شاه بفروشه، این توضیح رو میده که بله امنیت اون منطقه به نفع ما هم هست، به نفع اروپا هم هست، به نفع جاهای دیگه هم هست. و بعد چی میگه؟ میگه من از او خوشم میآید، یعنی از شاه، من از او خوشم میآید و از کشورش هم خوشم میآید و از برخی از آن حرامزاده هایی که در آن منطقه هستند خوشم نمی آید، کشورهای عربی که نوچه روسیه شوروی شده بودن در حزب بس، اونا رو میگه خوشم نمی آید. و بعد چی میگه نیکسون؟ میگه اینا چه سالی داره میگه؟ سال 1350 داره اینو میگه، 7 سال پیش از انقلاب اسلامی. میگه فقط آرزو داشتم چند رهبر دیگر با آینده نگری او در دنیا وجود داشت، یعنی با آینده نگری محمد رضا شاه پهلوی. یک سیاستمدار بزرگ امریکایی داره راجب شاه سخن میگه و شاه رو ستایش میکنه به خاطر آینده نگریش و سیاستش و ادامه میده، میگه فقط آرزو داشتم چند رهبر دیگر با آینده نگری او در دنیا وجود داشت و توانایی او در مدیریت، یعنی انقدر در مدیریت قابل بوده شاه محمد رضا شاه. خب حضورتون عرض کنم که سال 52 1352 ده سال از انقلاب سفید شاه و مردم میگذشت، کشاورزان روستاییان وضعشون بسیار بسیار خوب شده بود، با قدرت مالی بهتری از قبل میتونستن روی زمین هایی که حالا متعلق به خودشون بود کشت و زر بکنن و محصولات خودشون رو بفروشن و زنان از حق رأی برخوردار شده بودن، از حق طلاق برخوردار شده بودن، کار میکردن در ادارات مختلف، حق تحصیل در تمام رشته ها داشتن و حقوق کاملا متساوی با مرد داشتن، حق حتی سقط جنین داشتن و حدود در یک کشور اسلامی ها فراموش نکنید، در یک کشوری که قانون اساسیش اصل اول متمم قانون اساسی میگه دین اسلام طریقه حقه جعفری
اسنان اشعری. یعنی چی؟ یعنی شیعه 12 امامی، چون شیعه 7-8 جور دیگه هم داریم. ملاحظه میکنید در چنین کشوری شاه داره این کار رو میکنه به حال. و از نظر اقتصادی به حدی ایران رشد کرده بود که حتی سرکرده های مخالفین هم اینها خودشون، یعنی مثلا رهبر نهضت از نهضت آزادی بازرگان، مهدی بازرگان، در بخش خصوصی مشغول کار بود و خونه بساز و بفروشی میکرد و به خوبی همه ثروتمند شده بودن و استفاده میکردن از ثروتی که شاه در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار داده بود با خدماتی که کرده بود. و حضورتون عرض کنم که ولی خدمتون بگم که علی رغم تمام پولی که شاه در راه آسایش کشورش به کار برده بود، هنوز نخبگان، به اصطلاح نخبگان دانشگاهی، به صورت دائمی با شاه مخالفت میکردن و آرام نمیشدن و شورشی بودن. به صورت دائمی شورشی بودن. دانشجویان ایرانی نفرت از شاه داشتن. ملاحظه میکنیم؟ چون چی؟ چون این استادا که میرفتن اونجا درس دادن اصلا یه جوری راجب شاه بد میگفتن که دانشجو فکر میکرد که اگر بگه طرفدار شاه پس دیگه عقب افتاده است، بی سواد، نفهم، نادان، بی اطلاع، نمیدونه چی، برای مدرن بودن و شیک بودن. و نمیدونستن که اگر شاه بره چی بلایی به سرشون میاد. واقعا وقت این دانشجوها خودشون رو از شاه متنفر بودن، در حالی که شاه خودش رو پدر اونها میدونست، شاه خودش رو پدر ملت ایران میدونست. هیچ کدوم از کارهایی که شاه برای ایران و ایرانی و دانشجو و غیر دانشجو و محصلین و کارمند و اون را ببیشه در دانشگاه و روشن فکران کرده بود، ولی هنوز که هنوز بود این قشر دانشجو و سرکرده هاشون و به اصطلاح قشر روشن فکر و احزاب نهضت آزادی و توده و فلان اینا طلبکارانه، به صورت طلبکارانه اصلاحات ارضی که شاه کرده بود، آزادی زنان، تحصیلات رایگان، خدمات درمانی، خدمات بهداشتی، رشد اقتصادی، اینها رو همه رو تقلبی میدونستن و میگفتن اگر هم یه بخشش رو نمیتونستن بگن تقلبی نیست و میدیدن که داره پول تو جیبی به دانشجو میده، رایگان تحصیل میکنه، میگفتن برای اربابای صهیونیستیش و آمریکاییش این کارا رو کرده. حالا آمریکا و صهیونیسم یا کشورهای اروپایی واقعا دلشون میخواست ایران انقدر پیشرفت کنه، بعض مردم انقدر خوب بشه که ندادیه، نمیدونستید دیگه. اونا این ایرانو میخوان، این ایران که جوان تحصیل کرده مهندس کولبر میشه. چی میگفتن قدیما؟ معذرت میخوام، عذر میخوام، حمال میگفتن دیگه، اونم یعنی حمل کننده دیگه، عربیش کولبر بشه، بار ببره بیاره، بعدم بزنن با تیر از بالا کو پرتش پرت بشه پایین بمیره، یا بره تاکسی بره، شوفر تاکسی بشه، یا کنار خیابون گوجه فرنگی خیار بفروشه، بعد بیان بزننش که چرا داری دست فروشی میکنی کنار خیابون. غربی ها این ایران رو میخواستن. آیا یک کشور غربی دیدین امروز راجع به حقوق بشر صحبت کنه که دائم زمان شاهی چرندیات رو میگفتن؟ نه نه، شاه این کارا رو برای مردم ایران کرد که قدر ندونستید و گفتید آره به خاطر ارباباش کار، اربابای صهیونیستیش یعنی اسرائیل و نمیدونم امریکا این کارا رو میکنه. اونا میخواستن ما اینقدر وضعمون خوب بشه، چرا الان نمیخوان؟ چرا در طول این 43 ساله نمیخوان؟ واقعا که شاه واقعا یک بار این اظهار نظر رو کرد که در گزارشات آمده
گزارش داده، اسناد وزارت خارجه امریکا آمده و من اینن میخونم سخنی که شاه گفته و اینها اونجا بودن. به هر حال شنیدن، گزارش دادن برای دولت خودشون. انگلیس ها که حتی نرخ گوشت رو هم برای کشور خودشون گزارش میداد، سفیرشون در ایران اونم گزارش میداد. حالا این که میگم کار آسونی نیست کاری که من میکنم، باید بیام از 100 تا گزارشی که مثلا سفیر انگلیس در ایران برای دولت خودش داده که از نرخ گوشت گرفته تا نمیدونم فلان بنگالی هم اینجوری شده، این اونجوری شده، اون اونجوری شده، اون بخشی بخونم، اونی که به درد تاریخ مملکتم و کار محمد رضا شاه و ایران میخوره، اون رو بیام برای شما مطرح کنم. بعد یه دوز کله گنده دیگه هستش که همش هم میگه از من دوزیده، از تو میاد همون رو برداره استفاده کنه برای خودش، بگه اول من گفتم. حالا مهم نیست اونش، ولی اینه که دلم میسوزه وقتی میگم، ناراحت میشم یه موقع میگم خب اگر که دوست نداری برنامه رو قطع میکنیم، به این جهته که واقعا زحمت میکشم برای این برنامه ها. درست برای من برنامه تلویزیونی با کار دانشگاهی هیچ فرقی نداره. خب ببینیم چی گفته بوده شاه. این سخن سال 52 گفته در گزارشاتی که داده. بله اجازه بدید. بله یعنی سال 73 میشه، سال 1973 میلادی یا سال 1352 این سخن رو شاه گفته بوده. گفته بوده که شاه اظهار تأسف کرده بوده و گفته بوده من معتقدم که کشاورزان و دهقانان با من هستند، اما در مورد طبقه روشنفکر جوان اینطور نیست. جوانان با جبهه ملی هستن. ای خدا لعنت کنه این جبهه ضد ملی رو، واقعا که هنوزم دستبردار نیستن افرادشون این ور اون ور، باقی مونده هاشون یا نسل به نسل. آخه تو ما ایرانی ها ایدئولوژی هم ارثیه. اگه بابامون کمونیسته تودهیه، من هم که فرزندشم باید برم تودهی بشم. اگه اون یکی باباش جبهه ملیه، خودش هم میره جبهه ملی میشه. یعنی انقدر از خودمون ثبات عقیده نداریم که خودمون بریم اون راهمون رو خودمون انتخاب بکنیم، دنبال رو نباشیم. اینا معایب بمونه، باید بدونیم، باید بدونیم چرا در مملکت ما یک انقلاب شد که در هیچ کجای دنیا سابقه نداره، که هزار سال ما رو به عقب برد. شاه گفته که من معتقدم که کشاورزان و دهقانان با من هستن، اما در مورد طبقه روشنفکر جوان اینطور نیست. جوانان با جبهه ملی هستن، با مردم عادی هیچ رابطه ای ندارند. یعنی این جوانانی که دانشجو هستن با مردم عادی هم رابطه ندارن، با جبهه ملی چیا، سرکرده های اونا تو گروه اونا که ضد شاه هستن، ضد حکومت. شاه میگه جوانان برای من یک مشکل هستن، تمام چیزهایی را که آنان به آن اعتقاد دارن انجام دادم. ما اصلاحاتی بیشتر از آنچه آنان درخواست کرده بودند انجام دادیم، ولی من متوجه نمی‌شوم که چرا آنان با من نیستند. لازم می‌کنید. خب حضورتون عرض کنم که ما باید وقتم بذاریم برای همیاری. ببینید این که مردم به ویژه نسل جوان دانشجو که شاه میگه که هر چی که خواستن حتی بیشتر از اون چیزی که اونها خواستن براشون کردن، ولی با من نیستن، باهات حالا که نیستن هیچی، با دشمنم بودن. کی باعثش میشد؟ همین رهبران گروه ها و احزاب، همین به اصطلاح روشنفکران. ببینید این احمد شاملو بی چشم و رو ناسپاس، این مرض قند داشت، نمیدونم چه مرضی شده بود که
با هزینه دولت رفت اروپا مالجه کرد و اومد. وقت ببینید چقدر بد و بیرا به شاه میگفته. ببینید و شهراش هم همش چون توده ای بود دیگه، این در انتقاد از شاه و حکومت و چرند و پرند و واقعا یه چهره از دید من منفوره، به خاطر اینکه اون زمانی که اومد امریکا رفت در دانشگاه برکلی، من آلمان بودم هنوز، ولی شنیدم خیلی زیاد که رفته توی دانشگاه برکلی اونجا راجع به فردوسی صحبت کرده، بعد به فردوسی بد و بیرا گفته. آره فردوسی بورژوا بوده، یعنی سرمایه دار بوده، خرد بورژوا بوده، از این چرت و پرتایی که چپیا میگن. و شروع کرده به فردوسی، کسی که زبان فارسی رو برای ما نگه داشت، فرهنگمون رو نگه داشت، تاریخمون رو نگه داشت، مردی که 30 سال از عمرش رو برای این کار گذاشت، برای ایران ایرانی گذاشته، بی چشم رو تو سواد 10 کلاسیت که نمیرسه به اینکه به فردوسی بخوای نظر بدی اصلا، تو رو به چه این کارا. راجب فردوسی بعد و بیرا گفته و بعدم گفته آره ضحاک خوب بوده، اتفاقا ضحاک انقلابی بوده، خوب بوده، چون میخواسته از خمینی تعریف کنه ضحاک خوب بوده، یعنی عرب بوده، چون ضحاک در شاهنامه فردوسی عربه، نه که مارد بر سر دوشش و اینها. بعد فریدون و کاوه که ایرانی بودن، نه اینا بد بودن، فریدون بد بوده، خرد بورژوا بوده، مثل خود فردوسی بوده، کاوه بد بوده، کاوه آهنگر که 11 تا پسرش رو تو این داستان چیز کشته، اسمش چیه این مردی که ضحاک ماردوش کشته، مغزش رو داده دوتا مارای سرش خورده. این یک افسانه است، افسانه ایه که فردوسی درست کرده. وقت تو اومدی تو این افسانه میگی، داری از راجب افسانه فردوسیش نظر میدی که نه فردوسی دروغ گفته، ضحاک بد خوب بوده، کاوه بد بوده. آخه این تاریخ واقعیت نبوده که تو داری میای این نظر رو میدی. شعورت ببین چقدر کم بوده، ببینید شعورش تا چه حد بوده، که البته تو خود دانشگاه برکلی یه عده بلند شد نه اعتراض کردن، حسابش رسیده بودن، چون دیگه خیلی چرند و چهار گفته بوده. به نفع چون اوائل بود که مثل که همون دورانی بود که شاهنامه فردوسی ممنوع بود فروشش و خریدش و اصلا چاپ نمیشد و این چیزا، اینم برای که خودشو برای رژیم لوس کنه این حرفا رو زده بوده. به هر حال خدمتتون بگم که بعد ببینید در روزنامه چه حرف بی‌تربیتی راجع محمد رضا شاه میزنه. مهندس سیاوش خان خیلی لطف بفرمایید اگه ممکنه ببینم کدوم بود. آها شماره 5 هستش. مهندس سیاوش خان اگه لطف بفرمایید کلیپ شماره 5 رو بذارید، خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنون. ببینید چی نوشته روزنامه گفته احمد شاملو. حالا قیافه خودشو ببینید چه شکلیه، ببینید حالا چی نوشته. گفته که اگر جامعه عاشق قیافه مشنگ محمد رضا شاه بود، آیا شاعر باید متن آن الدنگ دوغازی را بگوید؟ خودتی مرتی که. خیلی ممنون. برگردیم داخل. مهندس سیاوش خان اگر ممکنه برگردیم داخل. قیافه خودشو دیدید؟ خیلی خوشگلی تو. خودت قیافت که بیشتر از همه به مشنگا میخوره. الکلی. اون وقت به شاه میگی الدنگ دوغازی؟ خب این به عنوان یکی از روشنفکران جامعه بود، احمد شاملو. من اینجا یک کتاب شعرش رو گرفتم بخونم اینم این شعرش چجوریه، دیدم چه شعری بی سر و ته. من لبخند را به روی لبانم جراحی کرده ام. به به چه قشنگ گفتی، شعرت هم که مزخرف بود. برحال وقت اینها کسانی بودن که جامعه رو تحریک میکردن بر ضد شاه و برای براه انداختن یک انقلاب. ملاحظه میکنید میگید نه بی بی سی رو گوش بدید اینجا، ببینید الان خود بی بی سی هم این کار رو میکرده و میگه که گوینده توضیح داره میده که شعرا و روشنفکرانی مثل احمد شاملو در تحریک مردم برای براه انداختن انقلاب اسلامی در بی بی سی کار میکردن. شماره 6 هست مهندس سیاوش خان، خیلی ممنون میشم.
بخش فارسی رادیوهای دولت‌های خارجی به ویژه بی بی سی نبض خبررسانی را در دست می‌گیرند. اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. تا چند ثانیه دیگر با صدای در این رادیوها افرادی با گرایش‌های انقلابی مشغول بکارند و رسانه‌های برون مرزی را پل ارتباطی آیت الله خمینی و انقلابیون می‌کنند. همزمان با رادیوهای خارجی برخی انقلابیون خارج از کشور نیز اقدام به انتشار نشریه می‌کنند. هفته‌نامه ایران شهر به سردبیری احمد شاملو یکی از مهمترین این نشریات است. شاملو عضو شاخص کانون نویسندگان و از جمله شاعران چپگرا و پرطرفدار است که در سرمقاله های خود تلاش دارد روحیه انقلابیون را بالا ببرد. برخی از مطالب نشریه ایران شهر انقلابیون به اقدام های خشنتر و مسلحانه دعوت می شوند. بله. پس چی شد؟ بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی همین این به احمد شاملوها روشنفکران درش چیکار میکردن؟ تحریک میکردن جامعه رو برای به راه انداختن یک انقلاب. لازم میکنی؟ بله. مذهب هم نقش بسیار مهمی داشت در انقلاب 57، انقلاب اسلامی 57. یعنی واقعا مساجد شده بود جای چی؟ مخالفین برن بالای منبرها، آخوندها شروع کنن آموزش ببینن، از قبل آموزش دیدن و حالا برن اون بالا شروع کنن به بد و بیرا گفتن و دروغ گفتن راجع به محمد رضا شاه، نوکر ببخشید یهودی هم نمیگفتن، شاه نوکر جهوداست، شاه نوکر امریکاست، نمیدن فلان بیسار از این مزخرفات. مملکت رو فروخته، نابود کرده، نوکر آمریکاییه، از این مزخرفات. و خمینی امام از این حرفا که بعد بی بی سی عکس خمینی رو در ماه میبینه. البته اون دیگه سال 57 که بی بی سی عکس امام رو در ماه میبینه، اعلام میکنه، بقیه هم میبینن. ولی خب از طریق مذهب خیلی خیلی از افراد جامعه رو هم اینها تحریک کردن، به میدون کشیدن. ولی و برای همین هم هستش که میگم این مذهب رو از خودتون دور کنید. بدبخت کرد ملت رو، بدبخت کرد جامعه رو، بدبخت کرد ایران رو، نابود کرد ایران رو. 1400 سالی که نابود کرده ایران رو. بذاریدش کنار و درست فکر کنید. و دیگه اینکه ناسپاس نباشید انقدر. قدر کسانی که بهتون خدمت کردن رو بدونید. ندونستید چه دو سه ساله ببینید چه داری میکشید، چه شمایی که داخل ایرانی دارید زجر میکشید، چه منی که از بچگی اومدم خارج از ایران هنوز دلم هوای ایران رو داره. هر لحظه مهندسی وشکان اگر لطف بفرمایید کلیپ همیاری رو بذارید خیلی ممنون میشم. بینندگان گرامی، ناظرانی که دوست دارید که تلویزیون ایران آریایی سرپا باقی بمونه، لطف کنید همیاری کنید. اگر هم دوست ندارید که نکنید. خیلی ممنون میشم مهندسی وشکان. روش‌های حمایت از تلویزیون ایران آریایی با مراجعه به تارنمای تلویزیون ایران آریایی www.ieatv.com و کلیک بر روی گزینه حمایت و استفاده از تارنمای www.paypal.com ما را همیاری فرمایید. اطلاعات بانکی تلویزیون ایران آریایی جهت حمایت‌های همیهنان عزیز: بانک آف امریکا، اکانت نامبر 00560-25026، راوتینگ نامبر 12200661، سویفت کد BOFAUS3N. همیهنانی که مایل به استفاده از کارت‌های اعتباری خود جهت حمایت از تلویزیون ایران آریایی هستند، می‌توانند با شماره تلفن
1-818-564-4013 تماس برقرار فرمایند. آدرس صندوق پستی تلویزیون ایران آریایی 8816 فوتهیل بولوار نامبر 103-190RC- کالیفرنیا زیپ کد 91730 USA. و از نازنینانی که لطف کردن، همیاری کردن، بسیار بسیار سپاسگزارم. نشون میدید که مسئولید، نشون میدید که به میهنتون علاقه‌مند هستید، نشون میدید که شما هم بخشی از مسئولیت آزادی ایران رو به دوش گرفتید و بسیار بی نهایت سپاسگزارم. تمام نام هاییست که قبلا همیاری کردن. واقعا من نمیدونم، همیشه جامعه ما همینطوره دیگه، یه عده نشستن که بقیه کار بکنن برای جامعه. متاسفانه دلیل موندن این رژیم هم همینه. مثلا تظاهرات یه عده وایستادن از تو بالاکونا و پیاده‌راه فقط عکس برمیدارن تماشا میکنن. آقا جا این که نشد گاه، او برو بپیوند به تو. اون میگه هموطن نمیدم حمایت چی شد؟ تماشا میکنیم فقط. برای یک دنیا سپاس گذارم از نازنینان که لطف کردن، همیاری کردن برای رسانه ایران آریایی، برای پابرجایی رسانه ایران آریایی. من میخونم نام ها رو. خانم پروین قفاری نازنین $20 برای شادی روح محمد رضا شاه و نفرین بر شاملو. خانم پروین قفاری نازنین سپاسگزارم. فقط اون نبود، خیلی هستن. خود مهدی بازرگان بزرگترین در واقع مجرمین این انقلاب اسلامی هستش. اون سنجابی رهبر جبهه ملی که از خمینی امام ساخته اعلامیه سه ماده ای رو نوشت. ولی به هر حال بله، همشون مقصر بودن، خیلی زیاده اگر بخوایم نام ببریم. ممنونم، مرسی. برحال حضورتون ارز کنم که آقای خانم پریوش عزیزم $30 سپاسگزارم. آقای هوتن گرامی از انگلستان $55 ممنون و سپاسگزار هستم. آقای مهداد گرامی از انگلستان $20 ممنون و سپاسگزارم، مرسی. خانم بانو پروین گرامی $40 سپاسگزارم، مرسی. خانم شوشن عزیز $50 سپاسگزارم، ممنونم. خانم فرنگیس گرامی $30 سپاسگزارم، خیلی ممنون. خانم تارای عزیز $40 سپاسگزارم. بانو تارای عزیز $40 سپاسگزار هستم. آقای دکتر گرجی نازنین $125 ممنون و سپاسگزارتون هستم، مرسی. آقای امیر سین $200 ممنونم، مرسی، سپاسگزارم. خانم سیمای گرامی $300 ممنونم، خیلی سپاسگزارم، مرسی، دستتون درد نکنه. میترای عزیزم از انگلستان $200 ممنونم، سپاسگزارم. میترا جان تسلیت میگم، امیدوارم غم آخرت باشه و واقعا برات از خداوند آرزوی سلامتی و شادی و صبر و تحمل میخوام. با سپاس فراوان از کارگردان گرامی برنامه مهندس سیاوش خان عزیز برای یکایک که شما نازنینان شب و روز خوش رو آرزو میکنم. روز و روزگار خوش. درفش ای درفش، ای درفش کاویان، ای کهن‌ترین درفش، پرچم هخامنش، افسر نژاد پاک، فر و تاج کشورم، فر و تاج کشورم، اختر سربلند، سر و
سر خوبنش در برابرت به خاک دشمنان نابکار در برابرت به خاک دشمنان نابکار ای درفش میهنم ای درفش میهنم ای نماد کشورم ای نماد کشورم ای ز اشکانیان ای ز ساسانیان یادگار ای تو از باستان ماندگار.